درود بر شما. 19 آبان ماه 1402 خورشیدی و 10 نوامبر 2023 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به هزینه های گروه های جهادی و وابسته جمهوری اسلامی ایران به ویژه در منطقه و کالب و چکافی داریم از جامعه المصطفی، مهمترین تشکیلات حکومت برای گسترش نفوذ ایدئولوژیک و نظامی در جهان، شبه نظامی در جهان. پرده آخرم آخر برنامه. جمهوری اسلامی از زمانی که پیمان اسلو امضا شد از رهبری دولت خودگردان فلسطینی فاصله گرفت و همه امکاناتش رو در این منطقه گذاشت بر ایجاد و تقویت گروه های جهادی فلسطینی در سرزمین های اشغالی. پیمان اسلو در سال 1993، درست 30 سال پیش از این، بین یاسر عرفات و اسحاق رابین، نخست وزیر وقت اسرائیل، امضا شد و محمود عباس، جانشین عرفات، در ریاست دولت خودگردان فلسطینی و در ریاست سازمان آزادبخش فلسطین هم راه عرفات رو ادامه داد. در پیمان اسلو سازمان آزادبخش فلسطین اسرائیل رو به رسمیت شناخت و اسرائیل هم سازمان آزادی بخش فلسطین رو به عنوان نماینده قانونی مردم فلسطینی به رسمیت شناخت و قرار شد مسیر تشکیل دو دولت مستقل فلسطینی و اسرائیل، دو دولت مستقل فلسطین و اسرائیل در واقع، بر اساس پیمان اسلو بلافاصله دنبال بشه، حالا 5 سال به طور موقت و بعد دائم. در اسرائیل افراطیون اسرائیلی اسحاق رابین رو ترور کردند. در منطقه هم جمهوری اسلامی پیمان اسلو رو توافق شوم توصیف کرد، عرفات رو عامل اسرائیل و آمریکا و حمایتش رو از دولت خودگردان فلسطینی منتقل کرد به گروه های جهادی و ایجاد شبکه‌ای از این گروه ها در مقابله نظامی با اسرائیل. یعنی در دو طرف خرابکاری برای نرسیدن به تشکیل دو کشور همسایه فلسطین و اسرائیل با شدت شروع شد. جمهوری اسلامی گروه های دیگر مزدوری هم در کشورهای دیگه برای تغذیه و تقویت این گروه ها و بحرانسازی در مناطق مختلف جهان ایجاد کرد، از هند و ونزوئلا و اندونزی و چین گرفته تا کشورهای آفریقایی. پول پخش کرد، از استخدام مزدور آدم کش تا ساختن مسجد و بیمارستان و مدرسه و خرج تبلیغاتی مثل اربعین و اینا. اینکه این پولا رو جمهوری اسلامی با این وضع اسفناک و فلاکتبار اقتصادی در ایران از کجا میاره و اینجا خرج میکنه، من فقط چند نمونه بگم. بارها و بارها در این برنامه مفصل در همین صفحه آخر برنامه داشته ایم. من چند نمونه بگم و بگذاریم. دیولت چاپ آلمان نوشت اسناد و مدارک ویکیلیکس نشان می‌دهد که دستگاه‌های حکومتی در ایران از مسیر قاچاق مواد مخدر به کسب درآمد پرداخته و رژیم ایران بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در جهان است. ایمیل‌های مقامات آمریکا که دیولت به آنها دست یافته از افزایش چشمگیر قاچاق مواد مخدر توسط حکومت ایران به اروپا گزارش می‌دهد. اگر که در سال 2006 میلادی تنها 20 کیلو هروئین کشف شد، در فصل نخست 2008 این رقم به 15000 کیلو در طی 2 سال و در 3 ماه نخست 2009 به 59 تن بالغ شد. 59000 کیلو هروئینی که جمهوری اسلامی قاچاق میکنه در اروپا کشف میشه. سفارت آمریکا بنابر گفته مقام‌های دولتی جمهوری آذربایجان از هروئینی که در آزمایشگاه درست می‌شود و برای بازار آماده شده گزارش کرده است. دستگاه‌های دولتی در ایران بخش بزرگی از تریاک تولید شده در افغانستان را خریداری می‌کنند. از این طریق حکومت ایران بزرگترین تولید کننده هروئین در جهان است. قاچاقچیانی که توسط جمهوری آذربایجان دستگیر شده و به ایران مسترد می‌شوند باید بسیار سریع آزاد می شوند. گزارش ها حاکی است که قاچاقچیان ایرانی چندین میلیارد یورو در سال به دست می آورند. یه قلم دیگه، این برای یه نمونه.
یا قلم دیگه پولایی است که میگن گم شده، یا میگن ارز صادراتی که به ایران بر نگشته. چند نمونه. شهریور 98، مشاور وزیر اقتصاد گفت 30 میلیارد دلار از مجموع 40 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است. یعنی فکر میکنین اون 22 میلیون دلاری که هفته پیش گفتم قاسم سلیمانی کرد تو 10 تا چمدون داد به رهبرای حماس، از فرودگاه امامشون پرواز کردن رفتن برای خرج کارکنان حماس، گفتم پول نداریم شما بدین، 22 میلیون دلار یه قلم از کجا اومده؟ این همه پول نقد از کجا میاد؟ میره تو حلقوم گروه های مزدور جمهوری اسلامی. اسفند 99، یه سال بعد، بانک مرکزی آمار ارز بازنگشته به اقتصاد را بیش از 27 میلیارد دلار اعلام کرد. این رقم ها رو فقط نگاه کنین، 80 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی، سرنوشت نامعلوم 22 میلیارد دلار، 170 میلیارد دلاری که صفر شد، یعنی جزء گم شده هاست، 100 میلیارد دلار معلوم نیست کجاست. غلامعلی جعفرزاده نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس تو مجلس قبلی میگوید اولین بار که من خروج 22 میلیارد دلار ارز از کشور را در قالب مصاحبه‌ای با یک سایت معروف مطرح کردم، بعد از یک ساعت آن خبر از روی سایت حذف شد و مسئولان آن سایت خبری به من گفتند از طرف یک نهاد نظارتی با ما تماس گرفتند و مجبور به حذف این خبر شدیم. امنیت کشور امام زمان اینجوری باید حفظ بشه، سرصداش در نیاد. و پولای دیگه، نماینده دادستان در پرونده بانک ملت گفت 116 میلیون درهم گم شده است، از اولین بانک هایی که تحریم شد. در لایحه بودجه سال 1400 سازمان حج و زیارت که وظیفه اعزام زائران ایرانی به حج و عتبات عالیات رو به عهده دارد، شاهد افزایش 65% بودجه بوده ایم. این در حالی است که اعزام زائران در سال گذشته به علت همه‌گیری کووید 19 امکان پذیر نبوده است. این مال سال 1400. 54 میلیارد دینار عراق با ارز 4200 تومانی به 10 شخص حقوقی داده شده است. مشخص نیست چقدر از این مبلغ به ستاد بازسازی عتبات انتقال یافته، اما بر اساس گزارش ذکر شده 66% از این میزان، یعنی بیش از 30 میلیون دلار به دفتر رهبر جمهوری اسلامی پرداخت شده است، از بودجه دولت، یعنی از مالیات شما. فقط یه قلم از پول مثلا صادرات غیر نفتی، از پول نفت، فقط یه قلم 30 میلیون دلار تبدیل به دینار عراقی دادن به خامنه‌ای که چه کنه؟ که جیب گروه‌های جهادیشو در عراق پر کنه. ستاد اجرای فرمان امام مگه کم پول داره؟ اینا جدا از بودجه های علنی است، اعلام شده است که به سپاه و نیروی قدسش میده. برداشت 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی با اذن ولی فقیه برای نیروی قدس سپاه. محمد حسینی عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی میگوید دولت در 3 سال گذشته به طور متوسط بیش از 2 میلیارد دلار بر اساس مجوزهای رهبری برای تعدیل بودجه از صندوق برداشت کرده است که بیشتر هزینه امور نظامی شده است. البته تحولات منطقه و جهان گاه در چگونگی تمرکز جمهوری اسلامی در این کشور و اون کشور تأثیرهایی گذاشته. برای نمونه بعد از سرنگونی صدام حسین در عراق، پخش پول و جذب مزدور و ایجاد گروه های وابسته شد تمرکز جمهوری اسلامی. یا جنگ سوریه برای حفظ حکومت بشار اسد که هنوز ابعاد کشته های هیچ جنگی در منطقه به میزانی که در سوریه کشته شدن نرسیده، فقط 30 میلیارد دلار پول دادن برای حفظ بشار اسد در سوریه. 30 میلیارد دلار در عرض 5 سال فقط برای تشدید بحران در منطقه. هیچی از این پولم براشون حتی
نشد سرمایه گذاری بعد از جنگ در سوریه. کار به جایی رسید که نماینده مجلسشون میگه این 30 میلیارد دلار ما باید از سوریه پس بگیریم، چیزی نباسیده به همون. چقدر کشته دادین، چقدر کشته گرفتین، چقدر از مردم بیگناه و زن و بچه های سوری رو کشتین. بعد میگه از سوریه پس بگیریم، پس بگیریم که بدیم به حماس. در آذر 1385 اسماعیل هنیه در بازگشت از سفر تهران گفت که ایران 250 میلیون دلار کمک مالی به فلسطینیان میکند. او افزود که ایران همچنین قبول کرده که حقوق 100 هزار کارمند دولتی و ماهیگیرانی را که به دلایل امنیتی بیکار شدند برای 6 ماه بپردازد. فعلا مقدمتا. اما بذاریم بقیه این مطلب رو بخونم. اما وقوع جنگ سوریه موجب اختلاف ایران و حماس شد. جمهوری اسلامی همپیمان و از مهمترین حامیان حکومت اسد به شمار می رود. حماس در روزهای آغاز اعتراضات سوریه راهکار میانه مبتنی بر سکوت را برگزید. خالد مشعل سوریه را ترک کرد از رهبران حماس و دفتر سیاسی حماس در این کشور برچیده شد. به دلیل دور شدن سران حماس از حاکمیت سوریه، گزارش‌ها حاکی بود که کمک‌های مالی تهران به حماس به حال تعلیق درآمده در جریان جنگ سوریه. اما در فروردین 1391 احمد آصف، یکی از سخنگویان سازمان آزادیبخش فلسطین، در کرانه باختری رود اردن اعلام کرد که جمهوری اسلامی در ازای میلیون‌ها دلار پول از گروه حماس خواسته که از مسیر آشتی با سازمان آزادیبخش فلسطین دور شود و پیمان‌های تفاهمی خود با فتح را اجرا نکند. همزمان عزام الاحمد مسئول هیئت فتح سازمان آزادیبخش فلسطین در مذاکرات آشتی با سازمان حماس نیز تأیید کرد که سران جمهوری اسلامی بار دیگر پولهای کلانی در اختیار دولت حماس در غزه گذاشتند با این امید که حماس به مسیر انشقاق و اختلاف با سازمان آزادیبخش فلسطین ادامه دهد، یعنی با دولت خودگردان فلسطینی، یعنی با محمود عباس. چند ماه بعد در آذر 1391 جواد کریمی قدوسی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و عضو وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت گردانهای قسام شاخه نظامی حماس تحت امر جمهوری اسلامی هستند، نه تحت امر خالد مشعل و اسماعیل هنیه رهبران سیاسی حماس. بازم بگیم گربه است. ادامه مطلب. در آن زمان روزنامه خراسان از قول این نماینده مجلس، یعنی جواد کریمی قدوسی، نوشت 50 هزار موشک و هزاران موشک ضد تانک به غزه محاصره شده فرستادیم. ببینین، اینه که میگم گاه اگرچه اولویت های جمهوری اسلامی تغییر میکرده در طول مثلا این 20 سال گذشته، مخصوصا جنگ عراق و سوریه، اما سرمایه گذاری بر گروه های جهادی فلسطینی و لبنانی دائمی بوده. یک جمهوری اسلامی دومی در جنوب لبنان به وجود آورده که معلوم نیست که شرش از سر این کشور کنده میشه تا لبنان مرفه و آزاد 40-50 سال پیش دوباره برگرده به دوره استقلال و رفاه اقتصادی. فقط پولایی که خرج این بحران سازی ها، شبکه سازی ها و جنگ ها و خرابکاری های منطقه‌ای کرده جمهوری اسلامی، اگر در جهت بخش واقعا اندکیش در جهت زندگی و رفاه مردم ایران خرج میشد، چه نتیجه‌ای داشت؟ اگه فقط بخشش صرف مدرسه و تحصیل بچه‌های این مملکت میشد. چون ببینید تأثیر کوتاه مدت، بله تأثیر نتیجه جنایت هاست، نتیجه کشت و کشتار هاست، نتیجه فروپاشی خانواده هاست، نتیجه آوارگی هاست، بی خانمان شدن هاست و تشدید فقر بر مردم ایرانه، کنده شدن هرچه بیشتر از سفره شونه. ولی تأثیر میان مدت و دراز مدتش چیه؟ تأثیر فرهنگی. چه دارن مردم ایران امروز؟ وقت آزاد که نیست، صبح تا شب، شب تا صبح دنبال نون شب.
برای زن و بچه، برای خانواده، برای خودش که از فقر نمیره، از گرسنگی نمیره. یه تو مملکتی که طبق آمار رسمیشون بالای 65% جمعیت زیر خط فقر هستن، سبد معیشت برای یه هفته پر نمیشه. خب این و بعد آنچه که به عنوان محصولات فرهنگی و هنری باهاش روبرو میشه، اگر دستش به دهنش برسه، تلویزیونی تو خونه داشته باشه، سیمای آقایون چند دقیقه بتونه اینو باز بکنه، تمام تزریق فرهنگی دنیای مدرن از طریق سیمای آقایون به مردم، اون هنرش چه در موسیقیش، چه خواننده هاش، چه نمیدونم، و بستن حوزه هایی که میتونه به شکوفایی هنری و فرهنگی جامعه، یعنی سینما، تئاتر و در همین حوزه های موسیقی، شعر، ادبیات، بحث های زنده پرشور تلویزیونی برای مردم، همش محصور شده به یک رنگ شدن با آنچه که ولی فقیه میفرماید. خب چه نتیجه ای داره در آینده ذهن فرهنگی جامعه؟ بعد وقتی مدرسه نرن بچه ها، حالا کاری نداریم مدرسه میرن چی بهشون یاد میدن، مدرسه نرن، تحصیل وجود نداشته باشه در میان مدت، حتی نمیگم در دراز مدت، چه اثری بر جامعه میذاره؟ همین الان هممون دستمون تو جیب هم دیگه است برای اینکه نون شبمون رو در بیاریم، دیگه ببینید در آینده بچه هامون چی میشن. 17 اسفند 1401، تازه ترین آمارهای رسمی جمهوری اسلامی حکایت از آن دارد که متوسط جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل در ایران معادل 6% جمعیت کل دانش آموزان کشور است. این نسبت در مقطع متوسطه دوم نزدیک به 20% است، به این معنی که به ازای هر 5 دانش آموز یکی از تحصیل باز می ماند. این نسبت در دختران دانش آموز ابتدایی 9% و در مقطع متوسطه دوم به بیش از 25% میرسد، به این معنی که به ازای هر 11 دانش آموز دختر در ایران یک دختر و در مقطع متوسطه دوم به ازای هر 4 دانش آموز یک دختر بازمانده از تحصیل داریم. فکر فردا کنید. فقط بودجه یک سال 98، الان 3 برابر شده ها، یک سال 98 جامعت المصطفی که امشب میخواییم در باره صحبت کنیم، 92 برابر بودجه حمایت از دانش آموزان مناطق محروم بوده است و 80 برابر بودجه مقابله با بیابانزایی. پایگاه داده های باز ایران نشان میدهد که در فاصله سالهای 91 تا 99 بیش از 2500 میلیارد تومان از منابع عمومی کشور در اختیار جامعت المصطفی قرار گرفته، رقمی که برابر با مجموع درآمد متوسط 46 هزار خانوار ایرانی است. مقایسه بودجه سالانه جامعت المصطفی با متوسط قیمت آپارتمان در شهر تهران حکایت از آن دارد که در فاصله سالهای 91 تا 99 نه الان ها، اعتباراتی به ارزش قیمت متوسط بیش از 400 هزار متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در اختیار جامعت المصطفی قرار گرفته است. با این وجود، با پررویی تمام حجت الاسلام و المسلمین، علی عباسی رئیس جامعت المصطفی میگوید بنده در گذشته و در حال حاضر مسئول بخش اروپای المصطفی بوده و هستم و حاضرم سوگند بخورم که 70-80% مردم اروپا سطح زندگی پایین تری از مردم ایران دارند. هفته پیش گفتم دیگه، گفتم نمیم اینا رو برای کیا میگن. آمارها به اندازه کافی هر سال منتشر میشه. گاهی ایران در بین بدترین ها دومه، گاه سومه، در بهترین حالت سال 98 بود چهارمین کشور فلک زده جهان. این تابلو رو روزنامه مردم سالاری در ایران منتشر کرده، در واقع ترجمه است از مجله فوربس. ببینین در مجموع
تا اونجایی که یادتونه چند رئیس حکومت از کشورهای مهم جهان با خامنه‌ای در تهران جلسه داشتن. خودش که جایی نمیره، چند تا اومدن ایران باش گفتگو کنن، جز روس ها و چینی ها. فقط رهبران گروه های جهادی و تروریست های شناسنامه دار جهان از مغنی و نصرالله لبنان بگیری تا ابراهیم زکزکی جنبش اسلامی نیجریه، تا رهبران حماس و دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین، تا رهبر اصائب اهل حق عراق و هشت الشعبی و امثال این. دیدین دیگه سری اکثر این دیدارها و این گفتگوها همه در جهت صدور و گسترش ایدئولوژی نفرت از صلح و همزیستی مردم جهان فارغ از دین و مذهب و نژاد و جنسیت. همین چند روز پیش بود که وزیر سابق سپاه پاسدارانشون آمد سیمای آقایون. ببینین بیان نفرت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی یعنی این. ببینین تو منطقه ما از قدرت‌هایی که احتمال داره به ما حمله بکنن گروگان‌هایی داریم که ظرف نیم ساعت یک ساعت گروگان‌ها رو عبه میبریم، انشاءالله موقعش هم بشه یه وسیله فراهم بشه که این کارو بکنیم. 16 آبان 1402 رفیق دوست در سیمای آقایون. این حاصل ایدئولوژی نفرت، نمیدونم چی اسمش بذارم. اشتیاق به جنایت. این جنایت هایی که از روز اول حمله حماس به اسرائیل تا امروز داریم میبینیم، این کشته شدن غیر نظامیان در جنگ فعلی که زخم باز منطقه است که باز داره خونریزی میکنه، ریشه داره، هم ریشه های تاریخی هم ریشه های ایدئولوژیک. چقدر جمهوری اسلامی در تقویت این ریشه ها و در کاشتن بذر نفرت ایدئولوژیک و سیاسی و ملی در مردم منطقه نقش داشته. یکی از مراکز به قول خودشون تصمیم ساز و هدایت این نفرت جامعه المصطفی است. در خدمت آقای محمد خوشبیان باید باشیم، هستیم. روحانی سابق که بعد از 18 سال از سال 80 تا سال 1398 که در حوزه علمیه قم بودن، خودخواسته لباس روحانیت رو کنار گذاشتن. خوش آمدید آقای خوشبیان به امشب صفحه آخر. آقای خوشبیان، من نخستین پرسشم رو درباره جامعه المصطفی که خب حشر و نشر شما با این نهادها بی تردید است در 18 سالی که در قم بودین، این است که جامعه المصطفی چه زمانی تشکیل شد و چگونه تشکیل شد؟ سلام و درود. جامعه المصطفی متشکل از دو تا بخش بود قبل از اینکه بخواد تشکیل بشه. متشکل از سازمان حوزه‌ها و مدارس علمی خارج از کشور به ریاست آقای محمد رضا نوراللهیان، معاون اسبق وزارت اطلاعات، و مرکز جهانی علوم اسلامی به ریاست آقای عرافی بود. خب یک بازی‌هایی شد، قرار بر این شد که آقای نوراللهیان رو از لحاظ سیاسی بزنن زمین و این دوتا سازمان رو، دوتا مرکز رو تلفیق کردن با هم دیگه و جامعه المصطفی شد. خب جامعه المصطفی از سال 86 یا 87 یعنی طول کشید تا رأی گیری شدش و از این مباحث به دستور علی خامنه ای تشکیل شد و علت تشکیل جامعه المصطفی برای این بود که تفکرات علی خامنه ای رو، تفکرات مسموم و تروریست پرور علی خامنه ای رو در کل جهان گسترش بدن، همونگونه که عزیزان دارن میبینن. این علت جامعه المصطفی است زمان تشکیلش و از چه چیزهایی تشکیل شده گفتم عرض کنم. ببینید مدیران و معاونان جامعه المصطفی که نقش مهمتری در این سازمان داشتند، اینا چه کسانی هستند، چه ارتباطی با خامنه‌ای و بیت او دارند؟ اینو بفرمایید تا بعدا اصلا درباره خود اهمیت جامعه المصطفی میخوام ازتون بپرسم تا بینندگان براشون روشن‌تر بشه اصلا چرا ما داریم درباره جامعه المصطفی حرف میزنیم. خواهش میکنم. نگاه کنید، جامعه المصطفی متشکل از صف و ستاد هست. دو نوع مدیر داره جامعه المصطفی. شاید عزیزانی که اهل تحقیق باشن
بدونم من چی عرض میکنم، یکی از مخوفترین و بزرگترین ارگانهای تروریست پرور در دنیا جامعه المصطفی است، به تحریم هم شده. یک دسته مدیران زیرپوستی داره و یک دسته مدیران کاور داره، یعنی کسانی که خب تو فضای مجازی و یا در اینترنت هستن. کسانی که زیرپوستی هستن، من جالب اینو به شما عرض کنم، مثلا یه شخصی به نام مهدی مهدوی پور. مهدی مهدوی پور زمانی که سازمان حوزه و مدارس علمی خارج از کشور بود، آخرین پستی که داشت قائم مقام آیه نوراللهیان. خب این آیه مهدوی پور کیه؟ داماد برادر آیه خزعلی و نماینده علی خامنه‌ای در هند. شما ببینید وقتی که اون بمبگذاری رو چندین وقت پیش میکنن نزدیک سفارت اسرائیل در هند و مشخص میشه گروه های شیعیان و شیعیان وابسته به رژیم جمهوری اسلامی بودن، سریع مهدوی پور بعدش بر میگرده به ایران. خب قبلش آقای مهدوی پور کی بوده؟ آقای مهدوی پور یکی از رایزن های فرهنگی بوده در چین. من جالب اینو به شما بگم، همین آقای مهدوی پور تو مناسبت های ایران، همین قرارداد 25 ساله که به یغما دارن میبرن ایران ما رو، دست داشت. یا یه نوع مثلا مدیر دیگه ای هستش که بعد از نهایون اومد به نام اکبر عطاران. از ایشون کسی شاید زیاد مطلب ندونه، ولی از مدیرهای زیرپوستی جامعه المصطفی بودش. علی اکبر عطاران، درست هست؟ بله بله، علی اکبر عطاران. حالا اینها دوتا برادر هستن، علی اصغر و علی اکبر عطاران طوسی که بله. مشهدی هم هستن و بعض نزدیکان علی خامنه‌ای هستن. ایشون هم یکی از مهره‌های بسیار قوی و بسیار مرموز وزارت اطلاعات در جامعه المصطفی بود و هست الان در بعثه باز علی خامنه‌ای، میان جاهای مختلف بوده و تو همین قراردادهایی که باز با چین داره بسته میشه و بسته شده، این علی اکبر عطاران یکی از دستاندرکاران میشه. یا مثلا شما بیاین کسانی که معاونت قبلی سازمان حوزه و مدارس علمی خارج از کشور، عرض کردم جامعه المصطفی متشکل از سازمان حوزه و مدارس علمی خارج از کشور و مرکز جهانی علوم اسلامی است. جواد شوشتری. جواد شوشتری کیه؟ این افراد فوق امنیتی هستن و به اصطلاح مثلا میخوان کارهای فرهنگی کنن. جواد شوشتری که چندین وقت خبرش رسانه ای شد، اون کارهایی که کردش از نزدیکان قالیباف. و جالب اینه که بدونید برادر اون مجید شوشتری که از آچار فرانسه ها، یعنی کسی کارش گیر بکنه تو ادارجات، مجید شوشتری انجام میده. خب اینا از مدیران بودن، اینا مدیرای زیرپوستی هستن و خیلی هستن، من چون وقت محدوده نمیتونم بپردازم به تمام. این مدیرهایی هم هستن که کاور و عیان هستن. یکیش مثلا شما آقای جزایری رو ببینید، معاونت آموزشی، یا کریمی قدوسی رو ببینید، یا عابدی نژاد رو ببینید، اینا معاونت های مختلفن، قنبری رو ببینید. ولی تو این مدیرهای کاور که بنده که حدود 18 سال در قم بودم، مرموزترین شخص در اینها شخصی است به نام مهدی مثنوی که همین بحث مراودت های مالی رو داره انجام میده و به عنوان معاونت اداری مالی. حتی یک دونه عکس شما در اینترنت ازشون نمیتونید پیدا بکنید و نمیدونید چه جنایت هایی پشت اسم جامعه المصطفی میان انجام میدن و چه اشخاصی رو تزریق میکنن به عنوان معاونت مالی در مثلا لبنان. کی اینا رو پیشنهاد میده؟ کسی به نام مهدی مثنوی. مثلا در لبنان یه شخصی رو به عنوان احمد روشن زمیر اومدن معرفی کردن، معاونت مالی قسمت برای جامعه المصطفی در لبنان. خب این احمد روشن زمیر کی بود واقعا؟ شما میکنیم شغل قبلیش آیا تحصیل کرده بود، رشته حسابداری خونده بود، اقتصاد خونده بود؟ نه، ایشون در یه نونوایی کار میکرد، ولی چون کارهای تروریستی رو خوب بلد بود و تزریقهای پولهای تروریستی و پولشویی ها رو، اینو گذاشتن در لبنان به سفارش مهدی مثنوی.
این قسمتی از معاونین و مدیران جماعت المصطفی بود که گفتم عرض کنم. ببینید چگونه و چقدر پول به جماعت المصطفی تزریق میکنه، جدا از ردیف‌های بودجه به اصطلاح که در بودجه سالانه دولت از سفره مردم عرض کردم مالیات ها و اینا میدن به جماعت المصطفی، هم بودجه های ریالی و هم بودجه های ارزیش رو چقدر اطلاع داری؟ عرضم حضورتون که بحث بودجه یه چیزیه که مردم میبینن و تو ردیف های بودجه ای میاد، ولی شما تو اساسنامه جماعت المصطفی اگر ببینید راه رو باز گذاشتن، راه رو باز گذاشتن به اسم حالا موقوفه، به اسم چیزهای مختلف. بودجه، من یه مثالی بزنم برای شما، برای عزیزان، برای هموطنان عزیز کامل مشخص میشه. علم الهدا اومدن بهش گفتن درآمد چقدره؟ گفت من مثل بقیه مستمری بگیران بیمه هستم. ولی بعد خبرش در اومد که ماهیانه چندین میلیارد داره از موقوفات داره میگیره. این نمونه کوچیکیه و جامعت المصطفی العالمیه خیلی خیلی بزرگتر از اینه. من اینجا به شما بگم خیلی از قاچاق‌هایی که داره میشه به اسم جامعه، به اسم کاورهای مختلف، مثلا چند وقت پیش یه شخصی رو فرستادن به نام شیخ احمد، فرستادن آفریقا. ببینید شیطنت این روحانیت سیاسی تا کجا هست و به کجا داره میره. یه شخصی رو به نام شیخ احمد فرستادن آفریقا، گفتن نماینده جامعه المصطفی در فلان کشور آفریقایی هستش. گفتن خیلی خوب. ایشون وقتی که ماموریتش تموم شد، جامعه المصطفی اومد خبری کار کرد که گفت ما این شیخ احمد رو گفتیم برگرده، بر نمیگرده. و ایشون تابعیت اون کشور آفریقایی رو. حالا الان به چه کاری مشغوله این شیخ احمد آفریقایی ها؟ من قسمت عرضم حضورتون که سودان، اینها میدونن، من عزیزان که اگر رفت آمد داشته باشن یا مراودت داشته باشن میدونن، چون شیخ احمد معروف هستش، مشغول به تجارت و قاچاق الماس هست. حالا جماعت المصطفی چه کار کرده؟ میگه آقا این کارمند من دیگه نیست. یا یک فروشگاهی درست شد در ونزوئلا زمان احمدی نژاد. قبل از اینکه ونزوئلا رو بگین، یعنی اینکه این شیخ احمد که فامیلش هم نمیدونیم قاچاق الماس میکنه برای یعنی فقط جماعت المصطفی او رو اسمن حذف کرده از ارتباطات خودش، که اگر خوب گرفتنش یا مثلا تحت تعقیب قضایی یا هرچی پلیس قرار گرفت، مثلا بگه خب به ما مربوط نیست، به اونان یک نهاد، و خودش داره این کارا رو میکنه، یا اینکه نه اون بابا اصلا جدا شده از جماعت المصطفی و داره به شغل شریف قاچاقچیگری الماس در آفریقا ادامه میده. نه امکان نداره رژیم جمهوری اسلامی اگر کسی رو نخواد، چون اینا دست به ترورشون مخصوصا در آفریقا و اینها که خیلی بسیار خوب، یعنی باز هست دستشون توی ترور، یقینا از سیاست‌های، حالا من میپردازم در اثنای عرایزم، از سیاست‌های اسقر حجازی داره تبعیت میکنه، از سیاست‌های هیئت و منای جماعت المصطفی علی رضا عرافی و همین آقای عباسی داره تابعیت میکنه. خب بگین، همین الان بگین تا من نمیدونم، میترسم که بحث قبلیتون یادتون بره، اگه میخواین اونو ادامه بدین اگر حضور ذهن دارین، اگر نه همین، یا میخواین بعدن من یادتون خواهم انداخت در پیوند با علی اصغر حجازی بیت و بقیه صحبت بکنین، میخواین بحث قبلی رو ادامه بفرمایید. بله، پیرامون بودجه هایی بود که فرمودید شما. خب یه بودجه‌ای که مردم میبینن و تصویب میشه و این مبالغ قضایی که اصلا وقتی تصویب میشه اصلا هیچ در مقابل هزینه هایی که داره در جماعت المصطفی میشه، از کجا پول ها میاد؟ شما مثلا فروشگاهی رو، فروشگاه بیزینسی شاپینگی رو محمود احمدی نژاد راه انداخت در ونزوئلا که ماهی یک دفعه کشتی از ایران میره به ونزوئلا. اصل این کار پولشوییه. اون نهادهای بین المللی هم اینو میگن و اذعان کردن. پشت این بحث ونزوئلا کیه؟ کسی نیست جو جماعت المصطفی. اینی که من اول عرایزم گفتم واقعا یکی از مخوفترین ارگانهای رژیم جمهوری اسلامی همین جماعت المصطفی هست، حرف گزافی نگفتم.
حالا میگم اگر شما ببینید مثلا تنخواهای دست اشخاصی هست در کشورهای مختلف. یه شخصی بود در سال دهه 80، حدود 84-85 همین حدود بود، به نام حلاجی. من این نمونه خیلی خیلی کوچیکشو میگم. خب عزیزان میدونن سال 84-85 100 میلیون تومان خیلی پول بود. تنخواه طبق اصول حسابداری باید ارائه سند هزینه بشه بعد شارژ بشه. یعنی طرفی که میاد هزینه میکنه بعد فاکتور بگیره، اینو ارائه بده به حسابداری مربوطه به دوباره شارژش بکنن. عرض کردم من یک نمونه شو دارم میگم. این آقای حلاجی از سپاه بود، ایشون زمان ریاست آقای محمد رضا نوراللهیان. خب از کسانی بود که پول تزریق میکرد به طالبان، چون میدونید که رژیم جمهوری اسلامی یکی به نعل میزنه یکی به میخ میزنه. و وقتی که 100 میلیون تومان تنخواهش، عزیزان خودشون اومدن به من گفتن تموم شد، گفتن اومد که شارژ کنه، دوباره به دستور ریاست سازمان گفتن که اسناد هزینه نمیخوام. به کجا رفته؟ و به اذعان خود ایشون میگفت من ماشین هایی میارم از مرز دو قارون افغانستان. و حالا چیا تو اون ماشین ها بوده عزیزان خودشون دیگه قاضی هستن. هزینه درآمد های بسیار زیادی جامعه المصطفی از راه قاچاق، از راه تروریسم، از راه خیلی جاها میتونه داره جذب میکنه. و این چی جذب میکنه؟ ببینید یکی از بحثایی که هست این است که جامعه المصطفی در 170 کشوری که من عیناً خدمتتون عرض بکنم آماری که هست، که معذرت بخوام یک لحظه، در 170 جامعه مصطفی سال 99 این نقشه، بله، دارای حدود 170 واحد در نزدیک به 70 شهر ایران و در 60 کشور دنیاست و توسط هیئت امنه و زیر نظر دفتر خامنه ای فلان 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 اداره می شود. ببینید آنچه که، یعنی اتهامی که به جامعه اتوالمصطفی می زنند این است که اصلا از اول هدف تأسیسش نه تنها آموزش به اصطلاح علوم دینی شیعه، بلکه بخش عمده آن تربیت افرادی با سبک زندگی مشخص و مورد تایید نظام جمهوری اسلامی برای انجام اهداف مشخص تبلیغی و ترویجی و همچنین امنیتی جمهوری اسلامی ایران است. چه میدانید در این باره آقای خوشبیان؟ جناب فلاحتی عزیز، من مجبورم اللحاظ فقهی یک بحثی رو بگم که اهداف جامعه المصطفی کاملا مشخص بشه و قشنگ بحث جا بیفته. نگاه کنید، در متأخرین، فقهای متأخرین شیعه جهاد ابتدایی رو مجاز نمیدونن. جهاد ابتدایی چیه؟ چون مردم مظلوم ما زیاد اسم جهاد رو شنیدن، ولی شاید بیشتر عزیزان کمتر تأمل کرده باشن. جهاد ابتدایی چیزی که نواب صفوی داره میگه، میگه آقا اگر کسی رو، من خیلی فارسی خلصش رو دارم عرض میکنم، میگه اگر کسی رو دیدی با زبون به اسلام هدایت نشد میتونی بکشیش راحت، یعنی خودت تصمیم بگیری و اونو بکشی. خیلی فارسی خلصش رو گفتم. خب تو فقهای اخیر خیلی کمتر قبول دارن، از جمله علی خامنه‌ای. البته من به ذرس قاطع عرض میکنم علی خامنه ای فقیه نیست، آیه خامنه ای فقیه نیست واقعا. یه علت این که آیه، حالا بحث ما خلط میشه، ولی آیه خامنه ای سید محمود هاشمی شاهرودی رو خیلی بهش میدون داد، به خاطر کمک های علمی بود که سید محمود شاهرودی به علی خامنه ای میکرد. یعنی چیزایی مینوشت که تو درس خارجش آیه خامنه ای بیاد بشینه اینا رو بگه. خب حالا ما بر فرض محال آیه خامنه ای رو فقیه بدونیم، آیه خامنه‌ای میگه جهاد ابتدایی واجبه. جامعه المصطفی، اینی که ما میگیم مرکز تروریست، به این ادله است و به این دلیل هستش. جامعه المصطفی العالمیه اعتقادش به این هست
در دستنویسه های مختلفشون هست، شاید تو سایت ها باشه، که میگن ما باید طلبه رو جهادی بار بیاریم. حالا شما به من بگین این جهادی که آیون میگن آیا جهاد ابتدایی نیست؟ و جالبه، یکی از فقهای متأخرین آیت الله شیرازی اصلا میگفتن که به هیچ عنوان جهاد ابتدایی جایز نیست، ولی خب علی خامنه‌ای به تربیت اینها پرداخته و اصل و اصول جامعة المصطفى العالمیه رو رو این بنیان گذاشتن. من به شما بگم اینکه وقتی که از عباسی چند وقت پیش خبرش رسانه‌ای شد، از عباسی سوال میکنن، میگه بسیار بعضی از مسئولین دولت اخیر افغانستان، یعنی تو پرانتز طالبان، اینها تحصیل کرده جامعة المصطفى العالمی است، که وقتی ازش سوال میکنن میگن آقا شما مبنای شیعی دارین، خب طالبان اهل تسنن افراطی هستن، چجوری شما میتونین کنار هم جمع کنین و اینا رو بهشون تدریس اسلامی داده باشین؟ آیه عباسی جوابی نداره بده و نمیده جواب. بعضی جاها گیر میکنن دیگه. اصل اینها رو این، باز هم من تکرارن میگم و مکررن هم جاهای مختلف گفتم، روی مبانی تفکر علی خامنه ای، که علی خامنه ای خودش به اذعان خودش میگه تفکرات من تفکرات نواب صفوی هستش، یعنی آدم کشی و قتل و غارت و تروریست و قاچاق و فدایان اسلام هم معتقد به همین جهاد ابتدایی که شما میفرمایین بودن دیگه. بله بله بله، شما وقتی که نواب صفوی میاد کسروی رو ترور میکنه، به چه مبنای فقهی میاد ترور میکنه؟ حالا درسته یکی از آقایون قبلش نواب صفوی رو میفرسته پیش کسروی که بحث رو ایشون رو متقاعد کنه، ولی متقاعد نمیشه اینا، ولی به چه حقی ایشون میاد ترور میکنه آیه کسروی؟ ببینید چه به جملتون رو تموم کنه خواهش میکنم. بزرگوارید، به این دلیل که به این مبنا رسیدن جهاد ابتدایی واجب هست. بله، ببینید داشتین درباره، چون الان از خامنه‌ای صحبت کردین، می‌خوام که در ارتباط با بیتش و علی اصغر اجازی که صحبتشو می‌کردین، چه بود، چه ارتباطی با جامعة المصطفی و این بحث جهاد ابتدایی و آموزش‌ها و نمی‌دونم مخارج و هر چیزی؟ نگاه کنید، اصغر حجازی، خب حدود 4 تا اسم براش میارن، اسمای مختلفی میارن ولی همون اصغر هست، ولی فامیلش متفاوت هست. ایشون خب از هرمن شمس هستش که مورد اتهام به وسیله منابع سازمان‌های مختلف اطلاعاتی خارج از کشور، مورد اتهام این هست که ایشون حداقل 30 نفر رو سپاهیان زیر دستش، افراد زیر دستش بیگناه به قتل رسوندن. من در مورد شخصیت ایشون اول بگم. آیه حجازی خب مفصلا این هست، مبانی این شکنجه های روحی که میدن تفکرات آیه حجازی هستش، و خیلی از سرویس های اطلاعاتی خارج از کشور اومده، اعدام های نمایشی و خب فساد های ایشون هم یکی دو موردش مشخصه که مردم فهمیدن. پسرش 19 سالش بود زمان شهرداری نجفی، یک پست بهش میدن و ایشون هم خلاصه جبران میکنه و آقای نجفی رو از مرگ نجات میده. یا بحث اینترنت، محدود کردن اینترنت هست که خودش باز تو اونجا دست داره، تو بحث حجاب اجباری دست داره، تو خیلی از مباحث و مبانی حتی خارج از کشور کسانی که تفکرات شاید عباس آقا زمان یا معروف به ابو شریف رو داشته باشن و خیلی علی خامنه‌ای، آیه خامنه‌ایشون رو قبول داره، اینها رو مستولی میکنن بر جامعة المصطفی. من دو نکته خدمتتون بگم و خدمت بینندگان عرض میکنم. یکی این که عباس آقا زمانی یا ابو شریف کسی بود که اولین به اصطلاح حوزه علمی جمهوری اسلامی رو در پاکستان اما اوایل انقلاب بنیاد گذاشت. دوم نکته ای که فرمودن آقای خوشبیان ممکنه برای بیننده ها روشن نباشه، عرض میکنم
برای بعضی از بیننده ها که صحبت شهرداری نجفی که شد، گفتن که حجازی از مرگ نجاتش داد، منظور اون منظور ایشون، من فقط نقل میکنم نه تایید نه رد میکنم صحبت آقای خوشبیان، من فقط معنا میکنم، در واقع منظور ایشون این است که آقای نجفی چون قاعده جمهوری اسلامی این است که قصاص شود به اصطلاح، چون فردی رو با اسلحه کشته بود و خب حتی مورد عفو ملوکانه قرار گرفت و زندان هم آزاد شد، اون مقدار زندانی که براش بریده بودن. این بود صحبت. خب بگوشیم، بفرمایید. بزرگوارید، من سعی میکنم خیلی مختصر، بله بله بفرمایید، چون فرصت اونم خیلی مباحث رو خیلی صریح و شفاف عرض کنم. خب آیه حجازی دوش به دوش آیه محسن قومی، معاونت بین الملل دفتر آیه خامنه‌ای، دوش به دوش ایشون راه میرن و تفکرات آیه حجازی، تفکرات قاسم سلیمانی که خب قاسم سلیمانی مرد و هست شد، اینها میاد تزریق میشه به هیئت و منای جامعه المصطفی العالمیه. خب وقتی که اینها تزریق میشه، هیئت و منای جامعه المصطفی العالمیه میان مصوب میکنن که آقا مثلا در فلان کشور فلان اتفاق بیفته، فلان کار انجام بشه و این لازم الاجرا میشه. جالبی این بدونید که خیلی بعضی از مباحث فقهی در این هیئت جامعه هیئت و منای جامعه المصطفی بیان میشه. یک دسیسه رو داشتن هیئت و منای جامعه المصطفی که همین دسیسه رو سال 88 انجام دادن، پرچم عزاداری ها رو آتیش زدن و گفتن معترضین بودن. دقیقاً امسال این هیئت و منا به این نتیجه رسیدن که در دهه اول محرم بیان پرچمهای عزاداری امام سوم شیعیان رو آتیش بزنن، کی؟ طرفدارای رژیم و نفوذیای خودشون، و به قشر خاکستری که شاید هم کم نباشه بیان بگن ببینید معترضین کسانی هستن که اگر اینها بیان رأس قدرت، برای شما نه دین میذارن نه ایمان. شما میفرمایید که این در هیئت امنای جامعه مصطفی تصمیم گرفته میشود، این و خیلی از سیاست های شبیه این دیگه، بعد تبدیل میشه در واقع به سیاست اجرایی حکومت. بله بله، شما نگاه کنید آیه رئیسی، آیه ابراهیم رئیسی، اصلا چون واقعا من در جریان بودم وقتی که ایران بودم، خب روحانی بودم، طلبه بودم، افراد مختلفی میامدن پیش من میدیدم، اصلا آیه رئیسی محلی از اعراب نداره در این رژیم، فقط اجرا میکنه. بعضی از این مباحثی که آیه رئیسی اجرا میکنه، اینا مصوبات یا تصمیمات اصغر حجازیه یا اشخاصی که سردمدار هستن و بعضیش هم تزریقی در جامعه المصطفی. خب من یه نکته رو برای بینندگان عزیز عرض بکنم اینجا تکمیلی، یکی این که تمام اعضای هیئت امنای جامعه المصطفی همشون سال هاست که مورد تحریم بین المللی هستند، از جمله رئیس فعلیش علی عباسی که به دلیل مشخص کمک به تروریسم مورد تحریم آمریکاست، و بقیهشون نه فقط جامعه المصطفی، مرکز به اصطلاح ارتوچیپ فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اونم همینطور، تمامشون تک تک اینا رو یه موقعی در برنامه گفتم شاید لازم باشه که باز گفت، هرچند که تأثیری نمیکنه البته، حالا ما بگیم و نگیم که این تحریم یا اون تحریم، ولی محض اطلاعتون خواستم عرض بکنم. آقای خوشبیان، یه آدمی بود به اسم محمد حسن ابراهیمی که به عنوان نماینده جامعه المصطفی رفته بود جزیره گویان که قبلا مستعمره فرانسه بود و الان کشور گویان بهش میگن، در کارائیب، و او رو ظاهرا به طرز فجیعی کشتنش و بعد جنازه‌ش رو آوردن ایران و اینها. چه اطلاعی دارین از اون ماجرا؟ من قبل از اینکه به فرمایش شما بپردازم، یه اصلاحی اگر اجازه بفرمایید بزنم. آیه عباسی رئیس جامعه المصطفی هستند
مدیر جامعه المصطفى، رئیس هیئت امنای جامعه المصطفى نیستن آقای عباسی. بله. عرضم حضورتون که آقای محمد حسن ابراهیمی در اوائل دهه 80 خورشیدی ایشون از طرف سازمان و حوزه‌ها و مدارس علمی خارج از کشور اعزام میشن به گویان. خب به عنوان مدیر یک مرکز مطالعات اسلامی، ولی کنارش این بحثی که من عرض کردم، همون بحث شیخ احمدی که گفتم در آفریقا خلاصه به بعضی از مباحث میپرده، مباحث قاچاق و اینا میپردازه، این قصه سر طولانی داره، سر درازی داره. آقای محمد حسن ابراهیمی ایشون وقتی که اعزام میشن به کشور گویان، کنارش به عنوان مدیر یک مرکز مطالعات اسلامی، کنارش ایشون میگه من تاجر فرشم هستم. خب یقینا پشت قضیه فرش نبوده، یقینا پشت قضیه قاچاق‌هایی بوده، مباحثی بوده که قابل پیگیری هست. واقعا یه اختلافی با یکی از همین قاچاقچی‌ها پیش میاد. جالب، اون گروهی که آیه محمد حسن ابراهیمی رو میکشن یکی از گروه‌های قاچاقچی‌های معروف اون منطقه بودن. خب شما ببینید گروه نسبتاً مطرح یا مطرح قاچاقچی چه ربطی داره به مدیر مرکز اسلامی سازمان حوزه‌ها و مدارس علمی خارج از کشور که شبانه ساعت 10 شب به ایشون میگن بیا منبع آب مرکز داره نش میکنه، ایشون میره و سوار ماشینش میکنن و به این هوا و خلاصه میکشنش. میدونید که ظاهراً به طرز فجیعی هم همجوری که فرمودید میکشنش و در عمق یک متری ایشونو دفن میکنن که سفیر وقت اون زمان ونزوئلا میره و پیگیری میکنن تا به این حد میرسه. ولی من عرضم اینجاست، وقتی که ببینید ما وقتی که سازمان ها و مراکز رژیم جمهوری اسلامی رو باز میکنیم میبینیم همش فساده، مخصوصا چیزایی که با آخوندهای حکومتی برمیگرد. برای این آقای محمد حسن ابراهیمی، یکی از کسانی که بسیار پیگیر کارش بود شخصی بود به نام عبدالنبی نمازی، آیت الله عبدالنبی نمازی، که یک زمانی دادستان کشور بودن، بعدها شدن به شما عرض کنم که امام جمعه کاشان. خب این آقای نمازی حتی انقدر وقیحانه میاد نماز میت حسن ابراهیم، محمد حسن ابراهیمی هم میخونه. برای این که چون خانواده محمد حسن ابراهیمی خیلی سرصدا میکنن و خیلی از یعنی میخوان رسانه‌ای بکنن، به خاطر این که بحث و یه جوری تو نطفه خفه کنن، آقای محمد حسن ابراهیمی رو شهید اعلام میکنن. این بحث آقای محمد حسن ابراهیمی در کشور گویان و کلی هم جمهوری اسلامی قاب گرفتین، محمد حسن ابراهیمی رو مستند ساختن از زندگیش و رسانه هاشون نوشتن زندگی روحانی شهید ابراهیمی در مستند ماه گویان، شهید حجت الاسلام محمد حسن ابراهیمی 14 فروردین سال 83 در سن 37 سالگی از مقابل کالج محل تدریس خود در کشور گویان روبوده شد و پس از شکنجه های فراوان به شهادت رسید و 35 روز بعد یعنی در 15 اردیبهشت سال 83 پیکر مطهرش را با دستانی بسته در 46 کیلومتری شهر جورج‌تاون مرکز گویان درون گودالی یافتند. خامنه‌ای پیام تسلیت فرستاد به خانواده‌اش و برای اینکه این نکته است، البته برای اینکه کسی احیانا فکر نکنه برای کارهای غیر از دعوت زبانی به مذهب، حالا یا مثلا فرش فروشی یا کلاس گذاشتن هر چیزی به گویان رفته، مثلا برای قاچاق اسلحه یه وقت نرفته باشه، خبرگزاری دفاع مقدس نوشت، این متن هم میخونم براتون: شهید حجت الاسلام ابراهیمی روحانی مجاهدی بود که تنها برای احیای امر دین و اهل بیت به جمهوری گویان در آمریکای جنوبی اعزام شد و تلاش های زیادی برای ترویج فرهنگ تشیع نمود. این گفتن آقای خوشبانی، شما گفتین که چون این صحبت ها بوده این برمی داره
خبرگزاری یعنی دفاع پرس می‌نویسه ایشون تنها برای احیای امرالدین رفته بودن، نه برای کار دیگه. و بعد همه جوانب احتیاط را رعایت میکرد، فوق العاده زیرک و باهوش بود، مراقب مسائل اختلافی بین فرق اسلامی بود، فلان فلان فلان. فقط سعی میکرد که با غیر مسلمان ها، چون مسیحیان هم مرتبط بود و به مراکزشان میرفت و آنها رو مسلمان میکرد و از این حرف ها. آقای خوشبیان، 3 دقیقه وقت داریم. امتیازهای مالی و رفاهی که طلاب خارجی هر کسی در ایران دارن چیه؟ مثل بیمه و این چیزا. والا امتیازات رفاهی خب بسیار زیاد هستش برای طلاب، مخصوصا طلابی که، چون میدونید که طلاب خودی و نیمه خودی جامعه المصطفی دارن. اونایی که عرض میکنم، 2 دقیقه وقت داریم، 2 دقیقه بفرمایید. بله بله. طلاب خودی اینها خب خصوصی به دیدار مثلا 7-8-10 نفر میشن، به دیدار آقای خامنه ای میرن، ولی طلاب نیمه خودی به صورت دست جمعی میرن. اینها بهشون مسکن تعلق میگیره، حتی وام ازدواج تعلق میگیره، وام قرض الحسنه توسط دفتر تبلیغات خوزعلمی قم پرداخت میشه. به شما عرض کنم که حتی سالی 1 دفعه حداقل نگاه میکنه به امتیازی که دارن، پژوهشی که دارن، تدریسی دارن، یا ما به اسم تدین بذاریم اسمشو، تدینی که دارن بیشتر اعزامشون میکنن به اون کشور مربوط خودشون، در حالی که یک منطقه از قم که یکی از بهترین مناطق قم هست به نام زنبیل آباد 20 متری فجر، خیلی از خونه ها یکی از بهترین مناطق به این طلاب خارجی دادن، به طلاب چینی مخصوصا جدیدن خیلی دارن میرسن، نصدی که مردم خود قم، شما یک خیابونی داره میدون امینی بیات قم، شما اونجا شاید بنده خداها از همونی که فرمودید اول فرمایشتون، اینها شاید برای نون شبشون واقعا درگیر باشن و متاسفانه تمام مردم ما ذبح دارن میشن، تمام مردم مظلوم ما دارن ذبح میشن به خاطر تفکرات و همشون هم بیمه هستن. بله بله، بیمه تکمیلی، بیمه درمانی و جدا از اینها هزینه های زیرپوستی هم به اینها تعلق میده. غیر از هزینه های زیرپوستی میدونین که چقدر ماهانه میگیرن اینا؟ نگاه کنید، شهریه‌ای که میگیرن یک چیزی حدود اینجوری جامعه المصطفی حساب میکنه، نمیان حالا شهریه میگن ماهیانه، ولی مثلا میگن برای هر طلبه سالی مثلا 2000 یورو، 2000 دلار باید هزینه کرد. بله، بسیار ازتون ممنونم آقای غفوریان خوش بیان. درست گفتم قبل از؟ بله درست فرمودید. بله، درود بر شما، ممنونم که در خدمتتون بودم. شبتون بخیر. شبتون خوش. این کسایی که دست به دامن امام زمان شدن، خیلی ها تو طول تاریخ اومدن و رفتن، اما آقاش هنوز هست با قدرت کامل. بله، سنش همین الان که من و شما اینجا نشستیم، سن این آقا 1178 ساله، نزدیک به 12 قرن عمر این آقاست، اما قوت و قدرت و عظمت بازوش هنوز سر جاش هست، قدرت هم داره، میتونه گره از کار من و شما باز بکنه. شب و روزگار خوش.